اینم بازسازی صورت خود منه وقتی که به شکل نندرتال در بیام. خیلی متشکرم. صحبتی که میخوام بکنم امروز در مورد نندرتال ایرانی هست، یا به نوعی رد پای انسان نندرتال توی جغرافیای ایران. این قدم روی هست که انسانهای نندرتال در سراسر دنیا ازش به دست اومده، از اروپای غربی، اسپانیا گرفته. منتها ما خیلی با اینجاها کاری نداریم، با اینجا خیلی کار داریم، ایران خودمون، تقریبا تمام ایران ما، و بعد میره تا آسیای مرکزی. کی زندگی میکردن؟ بین 300 هزار تا 40 هزار سال پیش. یک نوعی از انسان بوده که قبل از اینکه اجداد مستقیم ماها سرکلش پیدا بشه، که انسان‌های هوشمند باشیم، نوعی از انسان بوده به نام انسان نندرتال که در این جغرافیا زندگی میکرده. چه شکلی بودن؟ خب بازسازی های اولیه که در موردشون انجام شده بود، اونا رو خیلی بدوی و وحشی نشون میداد. به همین الان هم اگه شما تو خیابون به یه نفر بگید چقدر شکل انسان نندرتال هستی، قطعا خوشش نمیاد. یعنی این ذهنیت رو همیشه همه داشتن که موجوداتی بودن که بارنشین بودن، اعصاب درست حسابی نداشتن، خمیده بودن، پشمالو بودن، با گرز و چماق و سر و کله هم دیگه میزدن. و به خاطر همین هم هستش که بازسازی‌های اولیه که ازشون انجام شده، تصاویر شما می‌بینید، اینا جزء اولین بازسازی‌هاست، و این یکی و این یکی که داره مثلا یه خانواده انسان نندرتال رو نشون میده. از نظر ذهنی هم همیشه اینطور رسم بوده که خیلی کودن و ابله پنداشته می‌شدن. این درست‌ترین و دقیق‌ترین بازسازی از صورت انسان نندرتاله که تا حالا انجام شده، و ملاحظه میکنید قوس روی ابروان نسبتاً برجسته‌ای داشته، حفره بینی بزرگ، ولی در کل وقتی که نگاهش بکنیم، و به قول دانشمندی اگر یه اصلاح بکنه، یه کچلوار تنش بکنه، شما تو خیابون اصلا متوجهش نمیشین. خب اما چه تفاوتهایی جمجمشون با ما داشته؟ خب خیلی تفاوت داشته از نظر تکنیکی. اگه بخوایم نگاه بکنیم، 20 خورده‌ای تفاوت روی جمجمه بوده که حالا من نمیخوام به جزئیاتش بپردازم، ولی مهمترین چیزاش اینه که روی ابروانشون خیلی برجسته بوده نسبت به ماها، صورتشون جلو اومده بوده، حفره بینی بزرگ، از همه مهمتر شکل جمجمه است که مثل توپ راگبی بوده، و جمجمه ماها مثل توپ فوتباله. یعنی ما گردیم و قسمت‌های این بخش‌ها و به ویژه بخش پیشانی ما خیلی برجستگی داره، ولی در نندرتال‌ها اینطور نبوده، کشیده بوده به سمت عقب رفته. این بخش پیشانی جای خیلی مهمی از مرکز ادراکات پیشرفته و عالی هستش که تمام تفاوتهایی که بین ما و نندرتال ها وجود داره بخشش برمیگرده به همین داستان. از نظر قامت از ما کوتاه‌تر بودن، از عضلانی‌تر بودن، ولی از نظر ریخت و قیافه کلی بخوایم نگاه بکنیم، برای غیر متخصص چندان قابل تشخیص نبودن. شکارشون به این گونه بوده که بیشتر مستقیم با حیوانات درگیر می‌شدن، یعنی دست افزارهای سنگی که درست می‌کردن به یک دسته چوبی یا استخوانی وصل می‌کردن. خیلی از این دست افزارهای سنگی رو ما پیدا کردیم تو ایران و جاهای دیگه دنیا، و مطالعات نشون میده که قابلیت پرتابی نداشته، یعنی بیشتر تو دست قرار می‌گرفته و از نزدیک ضربه می‌زدن. به همین خاطر هم است که مرسوم هست بین دانشمندا که میگن نندرتال سالم نداریم، یعنی تمام اسکلتایی که ازشون به دست اومده آثار شکستگی و جوش خوردگی تو بدنشون هست. این به این خاطره که مستقیما با شکار درگیر میشدن. هنر داشتن یا نداشتن، تو همین چند سال پیش چیزی به نام هنر فخری ازشون هیچ وقت گزارش نشده بود. این تنها نمونه ای هست در اسپانیا در سال 2018 منتشر شده که به نوعی داره یک نوع هنر صخره‌ای رو نشون میده. دقیقاً چی کشیدن معلوم نیست، به شوخی یکی از دوستان میگفت صندلی کشیدن، و کشف صندلی برمیگرده به هولوش 60-70 هزار سال پیش، ولی این کاملا مزاح ابستراکت انتزاعی، دقیقاً نمیدونیم چیه، ولی این تنها هنر صخره‌ای هستش که به نندرتال ها منتسب شده. اما یک فلوتی ازشون کشف میشه در اسلوونی در 1995 روی یک استخوان یه طول خرس، این سوراخ‌ها حفاری شده، بازسازیش کردن، ازش تونستن یک موسیقی خاصی هم درست بکنن. حالا این موسیقی
چقدر تون موسیقیایی داشته بین علما هنوز اختلاف نظر وجود داره. اما مهمترین محوطه‌ای که از انسان نندرتال به دست اومده غار شانیدر در کردستان عراق هست. 10 تا اسکلت نندرتال ازش به دست اومده، کاوشاش برمیگرده به خیلی سال پیش 1957 و بزرگترین مجموعه انسان نندرتاله. این شما دارین تو این تصویر عمق کاوش رو نگاه میکنین دیگه، شما این فرد رو ببینید اینجاست و این 18 متر کاوش کردن. با توجه به سیستمی که اون موقع کاوش میکردن خب چیز مرسومی بوده، ضمن اینکه دینامیت هم استفاده کردن، این چیز خیلی وحشتناکیه. الان اگر ما بخوایم با تکنیک های امروزی این 18 متر رو کاوش بکنیم تقریبا 18 سال زمان میبره تا بخوایم این کار رو انجام بدیم. اما میون این شنیدارهای 1 تا 10 یکیشون خیلی خیلی معروف همون شنیدار شماره 1، یک عدم تقارن خیلی جدی توی اندامش وجود داره. یعنی شما در اینجا دارید میبینید که استخوان بازوی سمت چپ و راستش کاملا متفاوته، بقیه قسمت‌های بدنش هم همینطور بوده، فلج بوده. یعنی یک طرف بدنش فلج بوده ولی به خاطر این فلج بودن نمرده. دقت بکنید در 57000 سال پیش یک موجودی فلجه ولی به خاطر فلج بودنش نمیمیره. یعنی بقیه ازش مراقبت کردن، یعنی بقیه انقدر انسان بودن تا بفهمن که یک عضوی از خانوادهشون یک مشکلی داره و رهاش نکنن. این یکی از مهمترین ویژگی ها در کنار تدفین های نندرتاله که خیلی اونها رو انسان میکنه. این بازسازی انسان، صورت انسان هوشمند و صورت انسان نندرتال، همیشه من به شوخی تو کلاسام میگم نندرتال ها یه جوری قیافه با معرفت و لوچی مسلک و مهربونی داشتن، این انسان های هوشمند یک زیرکی و یک حالت خاصی تو چهرشه. چی شد که نندرتال ها از بین رفتن؟ دلایل خیلی زیادی براشون گفته شده، یکی این که بیماری های واگیردار بوده، تغییرات اقلیمی بوده، یک اراپشن چیز بوده، آتش فشانی بوده. اما مهمترین دلیلش این بوده که تاب مقاومت در برابر نوورودان انسان‌های هوشمند رو نداشتن. انسان‌های هوشمند به خاطر زبان پیچیده‌تر و نمادینی که داشتن بهتر با همدیگه کار گروهی انجام می‌دادن، دستجات بزرگتری داشتن، شکار بهتری انجام می‌دادن. در نهایت بدون اینکه نیاز باشه روبروی همدیگه صف بکشن و با همدیگه کشتی بگیرن یا کتککاری بکنن، یکی دیگری را به حاشیه‌های قلمروش رونده و اون یکی انسان هوشمند بوده و نهایتاً نندرتال ها طی یک بازه چند هزار ساله از بین میرن. چند هزار سال که میگیم یعنی نزدیک 10-15 هزار سال این رقابت غیر مستقیم طول میکشه تا منجر به از بین رفتنشون بشه. اما تو ایران چی داریم ازشون؟ ما تو ایران هم بقایای فناوریشون رو داریم، هم بقایای خودشون رو به تازگی پیدا کردیم. وقتی که میگیم بقایای فناوری یعنی چی؟ ببینید اونایی که خیلی با گوشی موبایل مانوس هستن برخلاف من، وقتی که این گوشی رو نگاه میکنن دقیقا سال ساختش و مدلش و همه چی رو میتونن تشخیص بدن و وقتی هم که این گوشی رو نگاه میکنن میتونن تشخیص بدن که این گوشی از این یکی خیلی قدیمی تره. یعنی باستان شناسان آینده وقتی که میان ماها رو کاوش میکنن از گوشی هایی که کنار دستمون پیدا شده میتونن خیلی خوب تشخیص بدن که این انسان تو چه بازه زمانی زندگی میکرده. همین کارو ما با ابزار سنگی ها انجام میدیم، یعنی خودش یه تخصصه که به ما نشون میده این نوع ابزار سنگی چند ده هزار سال از این نوع ابزار سنگی قدیمی تره. چگونش بماند منتها ما از روی تکنولوژی ابزار سنگی میتونیم بفهمیم که این که ابزار سنگی که از محوطه میرک در جنوب سمنان به دست اومده 55000 سالشه. البته اینو از رو شکلش نمیفهمیم، از رو شکلش دورش رو تشخیص میدیم، بعدا با مطالعات سنسنجی دقیق‌تر سنش هم به دست میاریم. کجاهای ایران نندرتال به دست اومده؟ یکی از قدیمی ترین جاها این پناهگاه صخره‌ای هستش، پایین کوه بیستون، همون جایی که کتیبه معروف داریوش بزرگ قرار گرفته. اگه الان تازگی تشریف برده باشین یه تابلوی هست براتون توضیح میده، یک جای بسیار کوچکیه که آقای کارتون استیون کون در 1949 اینجا رو کاوش میکنه، استخوان ساعد دستی رو به دست میاره که بعداً تو مطالعات نشون داده میشه که میتونه مربوط به انسان نندرتال باشه. اینم عکسی هستش که در زمان کاوشش گرفته شده. دیگه کجا؟ ما در پناهگاه صخره‌ای وزمه در کرمانشاه هم دندانی از انسان نندرتال به دست اومده که
مطالعاتی که روش انجام شده نشون میده که این دندان دندان کودک یک نندرتال بوده. این اتفاق سال 2019 منتشر شد. همینطور در پناهگاه صخره‌ای باویوان، دوست خیلی خوب من آقای دکتر سامان حیدری گوران و تیمشون هم دندانی رو به دست آوردن، بازم دندان کودک هست از انسان نندرتال، و آنالیز ها کاملا نشون داد که این هم مربوط به یک کودک نندرتاله که بین 40 تا 37,000 سال پیش توی منطقه زندگی میکرده. جای بعدی غار قلعه کرد هست که ما 2 سال تمام توی اونجا کاوش کردیم و قرار هست که کاوش هامون هم ادامه پیدا بکنه امسال. شما دارین بخش هایی از جاهایی که ما کاوش کردیم، دندان های حیواناتی مثل بستانان و اسبسانان در کنار ابزارهای سنگی رو مشاهده میکنید، و بعد چیزهایی که ما در این غار پیدا کردیم فراوونن. هم شکاری که انجام دادن، نوعی از اسب در منطقه میزیسته که امروز وجود نداره به نام هیدرونتین، نوعی از کرگدن دوشاخ پشمالی که اونم دیگه امروز وجود نداره، ما بقایش رو به دست آوردیم، و تا دلتون بخواد ابزار سنگی هایی که کلاسیک تیپیکال مربوط به انسان نندرتال هستن. البته ما در این غار کاوشی که انجام دادیم فقط به این بقایای فناوری اکتفا نکردیم و کار سنسنجی رو هم انجام دادیم. در کنار این چیزهایی که به دست آوردیم، شگفت‌انگیزترین کشفمون یک دندان کوچک شیریه که با مطالعات آنالیزمون نشون دادیم که این دندان هم مربوط به انسان نندرتاله و قدمت شگفت‌انگیزی داره. ما میدونیم این دندون مربوط به لایه‌ای هستش که 125,000 سال سن داره، بنابراین یکی از قدیمی ترین شواهد حضور انسان نندرتال در ایران هست. اینجا شما دارید از نماهای مختلف میبینید، 3D خود دندون هستش، پوسیدگی خیلی شدیدی داشته. و اینکه چطور فهمیدیم که این دندان دندان نندرتاله، حالا کار خیلی آنالیزهای عجیب و غریبی داره، باید با مایکرو سی تی اسکنر دندون اسکن بشه و بعد برش‌های مقطعی توش داده میشه. ضخامت این بخش در مقایسه با این بخش تعیین کننده هستش که آیا این دندان دندان انسان هوشمند مثل ماهاست یا دندان انسان نندرتاله. این مایکرو سی تی اسکنر هم خیلی نکته خوبیه که تو خود ایران انجام شده، توی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. خب این نقشه ایرانه و این تمام محوطه‌هایی هستش که به نوعی منتسب شدن به انسان نندرتال. خیلی زیادن، 99% به خاطر ابزار سنگی‌هایی که ازشون به دست اومده به این دوره و به این انسان منتسب شدن. معدودی مثل همین قلعه کردی که من اینجا اسمش رو آوردم و اون محوطه باویوان، اینها و این محوطه‌هایی هستن که خود بیستون که ازشون بقایای خود نندرتال به دست اومده. ممکنه بپرسین که چرا از جاهای دیگه به دست نیومده؟ اینا در دوره زمانی زندگی میکنن که خیلی خیلی کهن هستن و شانس فسیل شدن برای موجوداتی که بالای 100,000 سال هستن میاد پایین. و همین خاطر قطعات بدن انسان هم در مقایسه با قطعات بدن دایناسورها و استخونهای ما خیلی ظریف، پوک و شکننده هست. قبل از اینکه بخواد در فرآیند سنگواره شدن قرار بگیره از بین میره. و مهمتر از اون اینه که مطالعات خیلی دامنه‌داری هم انجام نشده، یعنی تازه این اتفاقات داره تازه رخ میده و تو همین چند سال اخیر هستش ما تونستیم این 3 دندون رو به دست بیاریم. اینم بازسازی صورت خود منه وقتی که به شکل نندرتال در بیام. خیلی متشکرم. Intellectual Renaissance.